جنگاوری بی که شمشیرزنی برای بقای حکومتش کافی نبود جوانی که سرنوشتش دل هر کسی رو به درد میاره با ما باشید با داستان جذاب لطفلی خان زن برای روایت زندگی پرفراز و نشیب لطفلی خان زند باید به دوران کودکی اون برگردیم به روزهای آخر حکومت کریم خان زند بعد از مرگ کریم خان زند در سال 1157 هجری خورشیدی و در سن 70 سالگی خاندان زندی دچار آشفتگی زیادی شد و بر سر جانشینی کریم خان زند اختلافاتی در گرفت زکی خان برادر ناتنی کریم خان زند که فقط از سمت مادری با کریم خان برادر بود با حمایت از محمد علی خان زند فرزند کوچکتر کریم خان اون رو به تخت نشوند که در واقع قدرت اصلی در دست زکی خان بود یک روز بعد از مرگ کریم خان زند آقا محمد خان قاجار که در اون زمان در شیراز اسیر بود فرار کرد زکی خان خواهرزاده خودش علی مراد خان رو برای دستگیری خان قاجار به سمت شمال فرستاد اما علی مراد خان به محض رسیدن به اصفهان ادعای استقلال کرد و خودش رو حاکم اصفهان نامید زکی خان برای سرکوب علی مراد خان به سمت اصفهان لشکر کشی کرد اما در بین راه سربازان زکی خان اون رو کشتند بعد از مرگ زکی خان فرزند ارشد کریم خان زند ابوالفت خان زند برادر خودش رو کنار زد و خودش بر تخت نشست اما این حکومت چندان دوام نداشت و بعد از مدت کوتاه سه ماهه صادق خان زند که در اون زمان حاکم بصره بود به سمت شیراز برگشت و ادعای حکومت کرد صادق خان زند برادر تنی کریم خان زند بود اون پسر ارشد کریم خان زند یعنی ابوالفتخان خان زند رو کنار زد و خودش بر تخت حکومت زندیه نشست. ساده خان دو سال و پنج ماه بر قلم رو به تحت سلطه زندیه حکومت کرد. علی مراد خان که گفتیم در اصفهان علم حکومت برافراشته بود به شیراز لشکر کشی کرد و ساده خان زند رو شکست داد. اون ساده خان زند و تمام خانوادش رو قتل عام کرد و فقط تنها پسرش جعفر خان رو زنده نگه داشت. علی مراد خان بعد از سه سال حکومت به مرگ طبیعی از دنیا رفت. علی مراد خان تنها خان زند بود که به مرگ طبیعی از دنیا رفت. بعد از فوت علی مراد خان جعفر خان زند پسر صادق خان به حکومت رسید. جعفر خان چهار سال بر قلم رو زندی حکومت کرد. در نهایت توسط سید مراد خان پسر اموی علی مراد خان کشته شد. سید مرادخان خان را رو به طرز فجیعی کشت و سرش رو از دیوار ارگ کریم خانی در شیراز آویزان کرد در این زمان لطفعلی خان زند پسر جعفرخان که فقط 20 سال داشت برای سرکوب شورش به لار لشکر کشی کرده بود لار یکی از شهرستانهای استان فارسه خان زن موفق شد شورشیان لار رو سرکوب بکنه و بعد از اون به قصد فتح کرمان به کرمان رفت اما بعد از رسیدن به کرمان خبر قتل پدرش توسط سید مراد خان به اون رسید سید مراد خان که خودش رو حاکم شیراز میدونست به سرداران لشکر زندیه نامه فرستاد و اونها رو از اطراف لطفی خان زند پراکنده کرده بود لطفی خان بخش اعظم سربازان خودش رو از دست داد اون به بوشهر رفت و از حاکم بوشهر تعداد چند صد نفر سرباز گرفت و با همون تعداد کم به سمت شیراز حرکت کرد تا تخت پدر رو پس بگیره سید مراد خان سپاه عظیمی رو برای مقابله با لطفلی خان زند آماده کرده بود چون لطفلی علا رقم سن کمی که داشت در هنر جنگ بی نظیر بود جوری که تاریخ نویسان نوشتن در میدان نبرد حتی صد مرد جنگی هم قادر نبودن به لطفلی زند زخم بزنند. لشکر سید مراد خان به سمت لطفعلی خان زند حرکت کرد از قضا تعدادی از طرفداران لطفعلی خان زند در لشکر اعزامی سید مراد خان وجود داشتند اونها فرمانده لشکر را دستگیر کردند و به لطفعلی خان زند تحویل دادند لطفعلی فرمانده لشکر را میکشه و خودش فرماندهی لشکر رو بر عهده میگیره اون به سمت شیراز حرکت میکنه اعیان و اشراف شیراز طرفدار لطفعلی خان زند بودند اونها از شهر خارج میشن و به استقبال لطفعلی خان زند میان شخصی به اسم حاج ابراهیم کلانتر که توسط جعفر خان زند به کلانتری شیراز یا همون شهرداری منصوب شده بود تونست در شهر قیام بکنه و سید مرادخان زند رو دستگیر بکنه و به لطفعلی خان زند تحویل بده لطفعلی خان زند سید مرادخان خان و طرفدارانش رو کور میکنه و میکشه و خودش بر تخت حکومت زندیه تکیه میکنه اما شیرینی این پیروزی چند ماه بیشتر دوام نیورد و آقا محمد خان قاجار با سپاهی به سمت شیراز حرکت کرد اون زمان از شمال تا اصفهان تحت حکومت سلسله قاجاریان بود آقا محمد خان قاجار به سمت شیراز لشکر کشی کرد لطفلی خان زند برای جلوگیری از تخریب شهر از شیراز خارج شد تا به مقابله با آقا محمد خان قاجار بره نوشتند که لشکریان آقا محمد خان قاجار ده هزار نفر و لشکریان لطفلی خان زند دو هزار نفر بودند. در نبرد اول لطفلی خان زند پیروز شد اما خانهای زندیه به اون خیانت کردند و لطفلی خان زند مجبور شد به درون شیراز عقب نشینی بکنه آقا محمد خان قاجار شهر رو محاصره میکنه اما به خاطر استحکامات شیراز و توپخانه شیراز آقا محمد خان قاجار موفق نشد که شهر را تصرف بکنه و بعد از دو ماه معاصره و فرارسیدن زمستان و همینطور کم بود آزوغه لشکریان قاجار اونها به تهران برگشتند. با پایان یافتن محاصره لطفعلی خان زن انبارهای شیراز را از آزوقه پر میکنه تا در صورت لشکرکشی دوباره آقا محمد خان قاجار دوچار مشکل نشن اما زمستان تموم میشه و آقا محمد خان قاجار دوباره به شیراز لشکرکشی نمیکنه لطفعلی خان زند که خیالش از طرف آقا محمد خان قاجار راحت میشه سودای فتح کرمان به سرش میزنه اون به سمت کرمان لشکرکشی میکنه تا اونجا رو فتح بکنه اون زمان کرمان تحت حکومت شخصی به نام ابوالحسن شاه بود که توسط کریم خان زند به حکومت کرمان منصوب شده بود اما بعد از مرگ کریم خان زند ابوالحسن شاه از بقیه خوانین زندی حرف شنوی نداشت لطفعلی خان زند به کرمان میرسه و به ابوالحسن شاه نامه مینویسه تا اون رو مجبور به تسلیم بکنه اما ابوالحسن شاه این کار رو نمیکنه لطفعلی خان زن کرمان رو محاصره میکنه و بعد از چند ماه محاصره کاری از پیش نمیبره و به خاطر آمدن زمستان مجبور میشه به شیراز برگرده اوضاع در شیراز هم بر وفق مراد لطفعلی خان زن نبود اون با حاج ابراهیم کلانتر دچار اختلاف شده بود حاج ابراهیم کلانتر که مردی زیرک و سیاستمدار بود تعداد زیادی از عیان و اشراف شیراز رو با خودش همراه کرده بود لطفعلی خان زن یک سال در شیراز میمونه و بعد از اون سودای فتح اصفهان به سرش میزنه اصفهان اون زمان تحت حکومت سلسله قاجاریان بود لطفعلی خان زن تعدادی از افراد مورد اعتماد خودش رو در پست های کلیدی شیراز منصوب میکنه و خودش به سمت اصفهان لشکرکشی میکنه اما لطفعلی خان زن هیچ وقت به اصفهان نرسید به محض خروج اون از شیراز ابراهیم کلانتر تمام افراد مورد اعتماد لطفعلی خان زن رو دستگیر میکنه و خودش کنترل شهر رو در دست میگیره این خبر به لشکریان لطفلی خان زن میرسه و تعدادی از طرفداران ابراهیم کلانتر در لشکر لطفلی خان زن شورش میکنن و لشکریان لطفلی خان از هم میپاشه لطفلی خان زن به سختی تونست با تعداد اندکی سربازان خودش به شیراز برگرده اون وقتی به شیراز برمیگرده با دروازه های بسته شیراز روبرو میشه حاج ابراهیم کلانتر لطفلی خان رو تهدید میکنه که اگر برنگرده کشته خواهد شد لطفلی خان زند از قبایل و شهرستان های اطراف شیراز کمک میگیره و میتونه تعداد سه هزار نفر نیرو رو برای خودش جمع بکنه و شیراز رو محاصره بکنه اما به دلیل انبارهای آزوقه که خودش ساخته بود کاری از پیش نمیبره سران ایلات و اشایری که در شیراز ساکن بودن متوجه میشن که حاج ابراهیم کلانتر خودش قصد حکومت داره و نمیخواد کسی دیگر از زندیه رو به جای لطفلی خان زن به تخت بشونه و به همین دلیل با ابراهیم کلانتر مخالفت میکنن حاج ابراهیم کلانتر که از سمت ایلات و اشایر احساس خطر میکنه اونها رو که تعدادشون سه هزار نفر بود از شهر اخراج میکنه اونها در بیرون از شهر به لشکر لطفعلی خان زن میپیوندند حالا لطفعلی خان زن به تمام اطراف شیراز مسلط بود لطفعلی خان زن چند بار به حاج ابراهیم کلانتر نامه می نویسه و به اون میگه که اگر تسلیم بشه خودش و خانوادش در امانه و میتونه به هند عثمانی و یا کشور دیگه پناهنده بشه اما ابراهیم کلانتر به قول لطفعلی خان زن اعتماد نکرد و در عوض از آقا محمد خان قاجار درخواست کمک میکنه نامه ای به آقا محمد خان قاجار می نویسه و شرایط رو برای اون توضیح میده. آقا محمد خان قاجار که این فرصت رو بهترین وقت برای نابودی زندیه می بینه سه هزار نفر رو به فرماندهی مصطفی خان دلو به سمت شیراز میفرسته تا لطفلی خان زند رو دستگیر بکنن. اما لطفلی خان زند لشکریان مصطفی خان دلو رو شکست میده و مصطفی خان دلو هم به شیراز پناهنده میشه این خبر به آقا محمد خان قاجار میرسه اون این بار هفت هزار نفر رو به فرماندهی رضا قلی خان به سمت شیراز حرکت میده اما شهرت لطفلی خان زن در میدان جنگ بی دلیل نبود اون لشکریان رضا قلی خان رو در هم میکوبه و رضا قلی خان رو دستگیر و کور میکنه <applause> اوضاع شیراز متزلزل شده بود و هر لحظه امکان سقوط حاج ابراهیم کلانتر وجود داشت آقا محمد خان قاجار این بار خودش به همراه تمام سپاهیانش به سمت شیراز حرکت میکنه تعداد سپاهیان لطفلی خان زند و آقا محمد خان قاجار اصلا قابل قیاس نبود. سربازان خان زند به سختی به سه هزار نفر می رسیدن در صورتی که سپاهیان خان قاجار از چهل هزار نفر تجاوز میکردند. لطفلی خان زن دید که به هیچ وجه نمیتونه در نبرد روبرو آقا محمد خان قاجار رو شکست بده اونها در بین اصفهان و شیراز شبانه به لشکر آقا محمد خان قاجار شبی خون زدن بسیاری از سربازان قاجار فرار کردند و تعداد زیادی از اونها هم کشته شدند. پیروزی با لطفلی خان زن بود که ناگهان در بین لشکر شایعه شد که آقا محمد خان قاجار کشته شده لطفلی خان زن و سپاهیانش که گمان کردند پیروز شدن دست از جنگ کشیدن و سپاهیان قاجار هم متفرق شدند و زندیان به اردوی خودشون برگشتن اما خان قاجار زنده بود و تا صبح در زیر شکم مادیانی پنهان شده بود با روشن شدن هوا آقا محمد خان قاجار دوباره لشکریان خودش را جمع کرد و به سمت اردوی لطفلی خان زند حرکت کرد لطفلی خان زند که دید در نبرد روبرو به هیچ وجه نمیتونه آقا محمد خان قاجار رو شکست بده به سمت یزد عقب نشینی کرد و نیمی از سپاهیان قاجار هم در تعقیب اون حرکت کردند در این زمان آقا محمد خان قاجار به شیراز وارد شد اون یک ماه در شیراز موند و در این زمان استخانهای کریم خان زند رو از قبرش بیرون کشید و با خودش به تهران برد و در پایین پلکان کاخ خودش دفن کرد تا هر موقع که از اونجا رد میشه قبر کریم خان زند رو لگد مال بکنه استخانهای کریم خان زند تا زمان پهلوی اول در اونجا موند تا به دستور رضاخان نبش قبر شد و در حرم عبدالعظیم حسنی دفن شد از طرفی لطفلی خان زن موفق شد که یز رو تصرف بکنه تعدادی از سربازان خودش رو اونجا گذاشت و به سمت کرمان حرکت کرد چند ماه طول کشید تا سربازان قاجار موفق شدند که یزد را پس بگیرند و این مدت زمان کافی بود که لطفلی خان زند کرمان را تصرف بکنه و حاکم گماشته قاجاری را از کرمان بیرون بکنه. لطفلی خان زند در کرمان تاج گذاری کرد و خودش را لطفلی شاه نامید و به همین اسم هم سکه ضرب کرد دو سال به همین منوال گذشت بعد از دو سال و قدرت گرفتن لطفلی خان زند اطرافیان آقا محمدخان قاجار اون رو تحریک می کردن تا به لطفلی خان زند حمله بکنه و آقا محمدخان قاجار هم به دلیل ترس از قدرت گرفتن دوباره لطفلی خان زند این کار رو انجام داد و سپاهش رو به سمت کرمان حرکت داد آقا محمدخان قاجار کرمان رو محاصره کرد و لطفلی خان زند درون شهر پناه گرفت یک ماه از محاصره نگذشته بود که کرمان دچار قحطی شد لطفعلی خان زن دوازده هزار نفر را از شهر بیرون کرد تا در تأمین آزوقه دچار مشکل نشند اما این کار هم مفید نبود و بعد از چند ماه کار به جایی رسید که مردم از گوشت سگ و گربه تغذیه میکردند سربازان لطفلی خان زن دیدند که نتیجه این مقاومت چیزی جز مردن بر اثر گرسنگی نیست به لطفلی خان زن خیانت کردند و دروازه های شهر رو باز کردند و آقا محمد خان قاجار به همراه سپاهش وارد شهر شد لطفلی خان زن تنها راه رو فرار دید اون به سمت بم فرار کرد لطفلی خان زن توسط حاکم بم دستگیر شد و به آقا محمد خان قاجار تحویل داده شد آقا محمد خان قاجار لطفلی خان زند رو کور کرد و اون رو به سمت تهران فرستاد لطفلی خان زند سه ماه در تهران شبانه روز به فجیع ترین شکل ممکن شکنجه می شد و در نهایت بعد از سه ماه اعدام شد خان دلاور زند در سن 26 سالگی توسط آقا محمد خان قاجار کشته شد تا مشرق زمین آخرین شمشیر زن خودش رو از دست بده امیدوارم که از شنیدن داستان لطفلی خان زن لذت برده باشید. خدا نگهدارتون.